محضر مقدس امام عصر صلواتی تقدیم کن. چند نکته رو باید بیان کنم. نکته اول، تجلی اشک‌های معنوی دلالت بر وصال قلبی است. تا دل شما به چشمه لاهوت متصل نگردد، انقلاب قلبی حاصل نشود و تا انقلاب روحی و قلبی نشود، هیجان خون نیست و تا هیجان خون نباشد، اشک نیست. بنابراین یکی از مفاهیم وصال‌های معنوی اشک، بلکه از مصادیق قطعی وصال است. وقتی دعاتون مستجاب میشه شما به وصال رسیده اید. وقتی حاجتتون رو دریافت میکنید به وصال رسیده اید. وقتی برای امام زمان موفق میشید نامه بنویسید وصل شد. و اگر امام زمان جواب نامه شما رو بدهن به هر شکل ممکنی باز وصل شده اید. اگر اذن شرفیابی در حرمهای اهل بیت پیدا می کنید، زیارت اهل بیت یکی از مفاهیم وصال است. چه کربلا، چه عتبات، چه مکه و مدینه، چه مشهد مقدس، زیارت الحسین و زیارت ائم من ذریت الحسین از نشانه های وصل. وقتی شما موفق به گفتگوی با اونها میشید، نفس اینکه موفق به زیارت عاشورا میشید، نماز شب میخونید، حتی توفیق بر نمازهای پنجگانه در وقتهایی که وصالش تأکید شده از مفاهیم وصل. شما میدونید همیشه قطعین، تمام نمازاتون قطع الا یه نماز، نماز اول وقت. حضرت علی ابن موسی رضا فرمودن لا تؤخرن الصلاة عن اول وقتها ابدا. هرگز 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 با سه تا تأکید و با نون تأکید ثقیله نماز تو از اول وقت تأخیر نینداز. و باز حضرت رضا فرمودن علیکه به اول الوقت صلات ابدا، برا همیشه نمازت اول وقت بخون. حدیث سوم در این وصال، در این معنای این وصال، حضرت علی ابن موسی رضا از راهی عبور می کردن. وقت اذان ظهر شد، کنار جاده ایستادن برای نماز. کسی از اصحاب عرض کرد آقا 10 دقیقه یه رب دیگه راه بریم به یه مسجد میرسیم، نمازمونو تو مسجد بخونیم. فرمود نماز اول وقت رو با هیچی عوض نمی کن. اول وقت. عمران صابی یه آدمی بود مثل مارکس یا لنین در دوره معاصر ما، رهبر ماتریالیستای دنیا بود، با 70 تا شاگردش جزء مجموعه 4000 دانشمندی بودند که برای مناظره با حضرت رضا به طوس دعوت شدند. از صبح که بحث و شروع کرد با حضرت رضا، هی جوابش رو دادن تا صدا اذان بلند شد، حضرت برای نماز بلند شدن. عمران صابی گفت آقا دل من نرم کردی، آماده پذیرش توحید و اسلام شده ام. یکم دیگه صبر کنین، 2 تا سوال دیگه منو جواب بدید، من با 70 تا شاگردم مسلمان میشیم، هیچ یک کشور یک ملت رو هم مسلمان میشیم. حضرت رضا فرمودن اول نماز، بعد بحث و ادامه میدی. تو نماز اول وقت چه اکسیریه که بر مسلمان شدن یک کشور ترجیح داره؟ خیلی مهمه این احادی. و باز حضرت رضا فرمودن من صلى الصلاه لوقت فضیلتها كتب له بكل ركعه 2000 ركعه. اگه کسی نمازشو اول وقت بخونه، ذریب ارتباط و وصالی که در اول وقت هست 2000 بار سایر اوقات. شما نمازتون که میخونین چند دقیقه طول میکشه؟ 10 دقیقه. 10 دقیقه اول که چسبیده به اذانه
اول وقت، 10 دقیقه دوم وقت دومه، 10 دقیقه سوم بعد از آن وقت سومه. اول وقت یعنی همون 10 دقیقه چسبیده به اذان. اگر کسی نمازشو اول وقت بخونه ضرب در 2000 میشود در نامه عملش نوشته. همین رو تو 10 دقیقه دوم بخونه، همون 4 رکعت مینیم. اگر اول وقت بخونید مینویسن 8000 رکعت نماز ظهر خون. اگه 10 دقیقه بگذره مینویسن 4 رکعت. سرش چیه؟ وصال تو اول وقت. قانون قرآن میگه از سابقون از سابقون اولائک المقرب، وصال اونجاست. و عجیبه که من همیشه این مثال رو میزنم، آقا تلفن که زنگ میزنه موبایلاتون زنگ میزنه، شما تا وقتی که زنگ میزنه اگه جواب دادین کسی پشت خط، وقتی صدا زنگش قطع شد اگه جواب بدین دیگه کسی پشت خط نیست، قطع شد. صدای اذان صدای زنگ خدا داره صدات میزنه، بهت زنگ زده. اذان صدا زنگ تلفن خداست. اگه تا از اون تموم نشده گفتی الله اکبر، خود خدا پشت خط. اگه اذان تمام شد بعد بخوای بیای بگی الله اکبر، دیگه کس پشت خط نیست. وصال یعنی وصل میشه. تفاوت نماز اول وقت با سایر نمازا، نماز آخر وقت، اونا نماز اسقاط تکلیفه. مقام قبول، مقام وصال، مقام ارتباط قانون داره. صدا زنگ قطع بشه دیگه کسی پشت خط نیست. تا اذان تمام نشده اگه گفتی الله اکبر، چه نافله بخونی چه خود نمازو بخونی، باید نمازو مشغول بشی، خود خدا پشت خط. و این یعنی وصال اعظم. گریه علامت اتصالشون، عشق جاری میشه نشانه ای از اون حصول ارتباط. گفتگو ارتباط، خصوص اگر فتح باب فهم لذت مناجات برات شده باشه. تو اذن دخول حرمهای ائمه، چه کربلا چه مشهد، عبارت اینه: و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته. وقتی وارد حرمشون میشی میگه السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک یا ابا عبدالله. اگه همون لحظه دلت شکست، اشک جاری شد، یعنی باب لذت مناجات با امام برات باز. یه حد اقلش. و الا یکی از مدیران دبیرستانهای مشهد شب مارمزون بود، افطاری دعوت کرده بود یکی از معلمین همون مدرسه، افطار دعوت کرد، من جمله مدیر مدرسه رو هم گفته بود و به من گفته بود این مدیر جالب دیدنیه، آدمه و واصلیه، شما ببینینش. به همین مناسبت ما رو دعوت کرد. 2 نفر تو مجلس بودن، هر دو قلقلهی بود، یکی مدیر اون دبیرستان، اگه آدم متشخص فهمیده واصلی. شروعش هم این بود، فرستاده بودن دنبالش، میگفت یکی از همین بچه های دبیرستان یه روز آمد تو دفتر گفت آقای مدیر، من دیروز که داشتم تو صحنه امام رضا می آمدم، یه پیرمرد محاسن سفیدی گوشه صحنه نشسته بود، آ به من گفت که تو فلان مدرسه میری؟ گفتم آره. گفت اسم مدیرتون فلانیه؟ گفتم آها آره خودشه. گفت بگو پیغمبرزاده کارت داره. من پیغمبرزادم؟ بگو پیغمبرزاده کارت داره. این آمده بود دفتر به من گفته بود که آقا پیرمرده به شما پیغام داده که گفته من گوشه صحنم بیاد. ما هم اعتنا نکرد. یه هفته بعد من رفته بودم حرم، از حرم آمدم تو صحن، یادم از حرف این پسره افتاد، گفتم برم ببینم این پیرمردی که میگه اون گوشه صحن میشینه هستش. نگاه کردم از دور دیدمش، اشاره کرد، رفتم جلو. حالا اسم مدیر رو به دلایلی نمیبرم، شاید مصلحت نباشه. نشستیم و سلام کردیم و گفت من یه هفته پیش فرستادم دنبال تو، چرا نیومدی؟ گفتم دیگه خب نشد بیام، حالا گذرم افتاد آمدم. گفت شاید کار مهمی باید داشتم. شروع کرد ریز زندگی منو از بچگی تا همون روز گفت، من مات و مبهوت. بعد گفت برای اینکه ترقی کنی
راههای برای که چشم درست بشه، برای که بتونی کنترل زبون تو بگیری، برای اینکه در گوش توسعه بخوای بدی، این ذکر رو بگو، این روزه رو بگیر، این دستورالعمل، این صدقه، هی یادمون. یکی دو هفته من میرفتم پیشش، سور مریدش شدم. یه روز به من گفت تو میری حرم امام رضا، سلام به امام رضا میدی، حضرت جواب تو رو میدن، صدا حضرت رو میشنوی، جواب رو میشنوی؟ گفتم نه. گفت گوش خر که از گوش تو بهتره، به همین صراحت، گوش خر که از گوش تو بهتره. قرآن میگه مورچه تو کوچه سلیمان پیغمبر رد میشد، سلیمان رو میشناخت، با سلیمان حرف زد، جواب گرفت. تو به امامت سلام میدی نمیشنوی؟ گفتم نه. وقت برای توسعه در گوشت که چجوری بشنوی این کارو بکن. خیلی نکاتی رو بیان کرد عجیب و غریب، تا به حدی که یک کلمه به من گفت، گاهی منو به جایی رسونده که گاهی محو محبت حضرت رضا می شود و شدت محبت من به حضرت رضا و دلتنگیم به حدی میرسه که خونه ما تو بلوار وکیل‌آباد با فاصله چند کیلومتری از حرم امام رضاست، من ناگهان تو خونه هستم، ناگهان خودم تو حرم میبینم کنار زری. گفتم خب این حال مکاشفه است، مثل که آدم تو بیداری خواب ببینه، نشستی یه دفعه خودتو تو حرم امام حسین میبینی، تو بیداری انگار خواب میبینی. گفت اگه مکاشفه هست چرا برگشتن مجبور بودم با اتوبوس برگردم خونه؟ من برگشتن از حرم با اتوبوس اومدم. وصال حد اقلش و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم، و همون لحظه‌ای که لذت مناجات را بابش برات باز میکنن عشق آغاز میشه. رضا تو روایات داریم اگه دم در حرمهای ائمه اذن دخول خوندی اشک جاری شد، یعنی بهت اذن ورود داد. یه اوله. مراحل دیگه هم داره که گوشمون از گوش خری بیاد بیرون کمتر از خر نباش، که چشمون کمتر از مورچه سلیمان رو میشناسه، تو امام زمان رو نمیشناسی. شما یک سوره به نام سوره مورچه تو قرآن دیدید؟ یه خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین خطبه مورچه است. بعد اینو خوندین ببین چه قوقاییه در همین مورچه، وصال او چجوریه. و یک مقایسه بین خودمون و حتی حشرات. پدر من به من میفهموند اگه خواستی خونه بخری اول برو او خونه رو نگاه کن ببین مورچه داره یا نداره، اگه مورچه نداشت نخر، خونه ای بخر که مورچه ها توش لانه داشته باشه. گفتم چرا؟ گفت مورچه ها طول خانه قصبی لانه درست نمی کن، خونه ای که توش ظلم اتفاق افتاده قصب شده نمیرن توش لانه درست. ما کجاییم؟ قرآن میگه سلیمان رو شناختن، حرف زدن، گفتگو کردن، و چه قوغاییه که نصیحت میکنن سلیمان پیغمبری که رسوله. اینا دونه دونه تو بحث وصال حرف داره. اون نماز اول وقت وصالش اعظم قطعیه. بی خود به ما این نگفتن برای خدا چه فرق میکنه تو اول وقت بخونی یا بعد، به حال تو فرق، گیر خدا چیزی نمیاد، نه اول وقت یه چیزی گیری میاد، نه آخر وقت یه گیر خدا از نماز تو گیر خدا هیچی نمیاد، نه اول وقتش نه آخر وقت. ولی اگه اول وقت خوندی تو وصل میشه، اگه وصل شدی فیض جاری میشه. پشت گوشه ای بگو الو الو، کسی نباشه هیچی گیرد، حتی یه گفتگو، حتی یک لذت مناجات، حتی و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات. عالم عالم ارتباطات جوونا، ارتباط با آدما، که خود همین ارتباط با آدما سخته. کجا اولیاء خدا به ما محل میدن؟ چرا مراجع بزرگ بعضیا رو راه نمیدن، بعضیا رو میان در خونه شون التماسشون؟ همین پیرمردی که نمیتونه بره، همین آیت الله وحیدی که باید حالا زیر بغلش بگیرن راه بره درس بگه، همین آقا خیلی ها رو را نمید از رجال، و خیلی ها رو وقتی که از دنیا میرن، ولو تو قزوین یکی فوت شده، تو دامغان یکی فوت شده بود، آی وحید بلند شدن رفتن دامغان نماز میت شد، یه معلمم بود، یه معلم بود.
فرقش چیه؟ اینا رو من دیدم، در محضرشون بودم و بعد فهمیدم او کی بوده و ازش آثار عظیم قبلش دیده بوده. بذارین برامون یه ذره ارزش قائل بشن. عشق نشانه هاش چه چیزای عشقای ما رو خوش میکنه؟ میدونین انسانها درصد خشک شدنشون به تعبیر قرآن وقتیه که از سنگ سختر میشن، یه مرحله مثل حیوانات میشن، سمون بکمون امیون فهم لا یعقلونن، ولی هنوز گریه ممکنه بکنن، ولی یه مراحلی میرسن انقدر سنگ دل میشن، انقدر ممسک میشن، انقدر سخت میشه کارشون، قلوبهم کل حجاره او اشد و قسوه، سوره بقره است، از سنگ دلش سختر. چند تا عامل هست چالش های عشق. قال صادق علیه السلام اذا وجدت قساوتا فی قلبک و حریمتا فی رزقک و نقیستا فی مالک و سقمن فی بدنک فعلم انک تکلمت فی ما لا یعنی. این حدیث رو خانوما خوب توجه کن. هر وقت دیدی اشکت خوش شده، تو این مجالس حال نداری، هر وقت دیدی توفیق نماز اول وقت ازت گرفته شده، هر وقت میبینی لذت مناجات با خدا رو نداری، میری حرم، میری مشهد اما زود میخوای بیای بیرون، میری حرم سرت به یه چیز دیگه بنده گرم، بلند شده رفته کربلا سرش یه جای دیگه گرم، اون ارتباطی که باید برقرار نمیشه. هر وقت دیدی مرض به جانت افتاده، هر وقت دیدی کسب و کارت قفل شده، روزیت کم شده، هر وقت دیدی مشتری نداری، هر وقتی هر روز یه گیری به کارته، بدان حرف مفت زیاد نیست، حرفای بیهوده زیاد عین ابا. وعلم فعلم انک تکلمت فی ما لا یعنی. این زبونی بلا رو سر آدم میاره، یه حرفایی میزنی که اصلا به دردت نمیاد، تو موضوعاتی وارد میشی که هیچ فایده نداره، چیزایی رو میبینی که فایده به حالت نداره، چیزایی رو گوش میکنی که فایده به حالت نداره، در انتخاب دچار مشکلی. انتخاب چی گوش کنی، چی ببینی، چه کار بکنی، قساوت قلب میاره، قطع روزی میاره، حرمان در روزی میاره، بیماری های متعدد نازل میشه، فقط به خاطر دو کلمه حرفی بیفاید. غیبت یکیشه، تهمت یکیشه، حرف مالا یعنی یکیشه، هدف من صحبت نکردن، اهانت بزرگان، علما، احترام بزرگتر رو در گفتار نگه نداشتن، و خصوص بعضی جاها که قرآن میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریم و بسین الانسان به والدیه احسان. یک کلمه میگی دل مادر میشکنه، همه چیت به هم میریز، نماز اول وقتت قطع، حال بکاعت گرفته میشه، لذت مناجاتت میره، زیارت عاشورا میخوندی دیگه حال نداری، یه ارتباطات ملکوتی نیمه شب داشتی دیگه نداری، یه کارای خیر داشتی دیگه نمیتونی، یه توفیقا بعض یا توفیق هر ماه میرفته مشهد، حالا یه دفعه قطع میشه. چرا؟ یک کلمه، یه حرفی زدی دل بابا یا دل مادر شکر یا دل یه مؤمن. یه روزی آقای من زنگ زد گفت قرآن نگاه کن ببین من چه مرگمه، 6 ماه یک قرون در نیاوردم، یک قرون نفروختم، حتی یه مشتری در مغازم نمیاد. من قرآن رو باز کردم، نگاه کردم، بهش گفتم که تو به علما فحش میدی؟ به بزرگان دین اهانت میکنی؟ تو بد و بیرا پشت سر مراجع میگی؟ تو میگی خدا و پیغمبرم مثل اینان؟ تو گفتی اگه امام زمانم بیاد همینجور میشه؟ تو اینا رو گفتی؟ ای حاج و واج گفت تو اینا رو از کجا میدونی؟ آره درست داری میگی، من دریوری. گفتم همینه. گفتم نمازم نمیخونی؟ گفت بله. مارم از اون روزم نگرفتی؟ گفت نگرفتم، از بس بیدینی منو فرا گرفته. گفتم که قرآن داره اینو. چالش های عشق چیه؟
چرا ما قسی القلب میشیم؟ چرا مشهد میریم اون لذت نیست، کربلا میریم اون حال نیست، حتی از حج برگشتیم؟ بلا من آدمایی رو دیدم از حج برگشته بود اصلا نمازش یک ساعت طول میکشه. از حج که برگشته بود انقلاب حالی داشت که تو نماز قش میکرد، انقدر گریه میکرد که یک شب بعد از اون همه عشق در عالم رویا گفت یه جوانی رو دیدم به من گفت اینجوری که میخونی نمیشه، رکوع طولانی سجده طولانی میخوام. محال کسی رو دوست داشته باشه از گفتگوی با محبوبش لذت نبر. چمون شده عجله داریم نمازمون زود تموم شد؟ چرا میخوایم مجلس زود تموم شه باشیم بریم خونه؟ مگه تا حالا تو خونه رفتی چی گیرت آمده؟ بعد از این همین، جز بدبختی، جز اعصاب خوردی، جز اهانت، گاهی ذلت و خاری، گاهی بحثای بیخوده بیهودهی تو خونه. خود چرا اینجا که داری یه ذره لذت میبری با امامت اتصالی پیدا میکنی تا میگن السلام علیکه یا ابا عبدالله، یه ذره دلت وصل میشه؟ چرا دیگه اینجا هی میخوای باشی بری؟ لب فرو بند یا شیخ، اطفاء السراج، چراغ رو خاموش کن، قد طلع الصبح، سپیده دمید، آن که اهل بود فهمید راه چاره کجا. خدایا به سلطان عشق کربلا، یکی بوده سلطان عشق بوده جوانا، انقدر گریه کرد تا جان داد. ما هیچ یک از او 64 زن و بچه رو نداریم از شدت گریه مرده باشه الا یه طفل 3 ساله امام حسین. من اسم رقیه رو گذاشتم سلطان عشق، به اونی که عشقاش یزید رو منقلب کرد، عشقای او زجر ابن قیس قسی القلب رو بیچاره میکرد، در حدی بیچارش میکرد که دستش رو گرفت از تو محمل پرتش کرد تو بیابون. به اون عشق یتیم که پیغمبر فرمود اذا بک الیتیم اهتز العرش و غضب الرب، وقتی یه یتیم معمولی گریه کنه عرش خدا بالارض میفته و خدا غضب میکنه. دیگه نمیگم اگه یتیم امام حسین گریه کنه چی میشم. به اون یتیمی که هیچی هم گاهی از ترس اینقدر زده بودنش، اینقدر تازیانه بهش نشون داده بودن، میترسید با صدا گریه کنه، شور شور اشکاش میریخ، عمه رو آتیش میده. زنا میدونن وقتی بچه هاشون آروم گریه میکنن خیلی سوزنا، جیگر عمه رو آب میکرد اشکای مظلومانه. امشب به سلطان عشق کربلا قسمت میدیم خدایا این قساوت از دلای ما بگیر. امشب به خاطر رقیه دل